سلام رفقا، حال شما و احوال شما انشالله که خوب خوب باشین. هر جایی هم که هستین سالم و سلامت و اوضاع و احوال همه چی هم ردیف و روال خوب و عالی. من احمد امین هستم و اینجا دنیای مستر پانک و امروز اومدیم سراغ بازی کلش رویال. برای بچه‌هایی که کلش رویال بازی میکنن یه سایتی رو بردم، مثلا حلوا، حتما باید بیاین به این سایت سر بزنین. نمیخوام تبلیغ بکنم فلان و اینجا، سایت خارجیه، ولی انقدر خوبه که الان بهتون میگم چرا خوبه و این حرفا، که به درد همه اون افرادی که توی بازی کلش رویال هستن و بازی میکنن میخوره. چه میخواد آرنای پایین 3 4 5 باشه، چه میخواد مکس بازی باشه، به دردتون میخوره. پر از امکانات مختلف، پر از قابلیت‌های خیلی باحال و اصلا عالیه. میخوایم بریم با هم دیگه این سایت رو بررسی بکنیم، سایتی که اینجا داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم، www.dickshop.pro. اینجا هم دارین آدرسش رو مشاهده میکنید، توی توضیحات همین ویدیو هم لینکش رو میذارم، میتونید فقط روش کلیک بکنید، خیلی راحت واردش بشین با هر پلتفرمی و خیلی خوبه، سایتش عالیه. یعنی اصلا بزرگترین مرجع همه دکا و توضیحات و هر چی میخوای راجع به کلش رویال، میتونی خیلی راحت واردش بشی و بریم بخشای مختلفش رو با هم دیگه ببینیم و کیف بکنیم. و اصلا عالیه. آقا تو همون قسمت اولش که خب نوشته دک شاپ، اون صفحه اصلی سایتش، اینجا که دارین مشاهده میکنید کلی دک براتون گذاشته، اصلا مربوط به کارت‌های مختلف. الان به طور مثال این فصلی که الان من دارم ویدیو رو داخلش ضبط میکنم براتون، فصل مایتی ماینر، الان یک ماهی هست حدودا که مایتی ماینر منتشر شده، در نتیجه همون اول کار اومده دکای مربوط به مایتی ماینر، دکای مربوط به خود ماینر معمولی، اینا رو برام قرار داده که اگه روی مور بزنیم خیلی تعداد بیشتری ازشون بهمون نشون میده. دوباره مربوط به بازی‌های مختلفی که ما توی کلش رویال داریم، حالا چه توی وار و رودخونه و فلان و این چیزا، چه توی حالا به صورت ماهیانه توی چالش‌ها و اینا میاد برامون، مثل مرگ ناگهانی، اکسیر دو برابر، نمیدونم اکسیر سه برابر و چند برابر و فلان و این حرفا، که برای همشون برام دک گذاشته. ولی پایان کار نیست، این تازه اولشه. نکته مثبتش باید همینجا بهتون بگم، همه دکایی که اینجا برام گذاشته اسم دارن، دقت بکن بالاشو، مثلا دک پکا و گاست بریج اسپم. خب ما الان مثلا این دکو داریم اینجا می‌بینیم، این دک رسمی پکا هم هست، معمولا از این دک استفاده میشه برای پکا. خب ما می‌خوایم از این دک استفاده بکنیم، ولی خب طرز اتک زدن باهاشو بلد نیستیم، همینجوری بچینیم بریم استفاده بکنیم، خب می‌بازیم چیکار باید بکنیم اگه مثلا بلد نیستیم و این حرفا. اوکی، اسمشو خیلی راحت برام نوشته دیگه، همین اسمشو شما بیا اینجا کپیش بکن، برو توی گوگل، توی یوتیوب، توی جاهای مختلف سرچش بکن، کلی ویدیو ازش برات میاد. چون همه دکایی که اینجا قرار گرفته توی این سایت دکای رسمی هستن که پرو پلیرها و اینا ازشون استفاده می‌کنن، ویدیو ازشون تا دلت بخواد هست. و همینطور دوباره داریم مشاهده میکنین برای انواع و اقسام کارت ها دکای مختلف، تعداد بسیار زیاد قرار گرفته که داریم مشاهده میکنین و خیلی هم به درد میخوره. اوکی آقا، اومدیم سراغ قسمت دوم، دک اسپای یا جاسوسی دکی. یعنی چی؟ میای اینجا توی این قسمت که نوشته پلیر، یا حالا قسمت مربوط به کلم فرق نداره، هر کدومو که خواستید، تگ یه پلیری، به طور مثال من الان تگ یکی از اکانت‌های خودم رو اینجا وارد می‌کنم و این علامت ضرب اینا رو می‌ذارم بره سرچش بکنه، چه اتفاقی می‌افته؟ اکانتی که من اینجا وارد کردم رو میاره، نشون میده که توی چه جامی هستم، چه کاپی دارم، چه لولی هستم، تو چه کلنی هستم، چه مقامی دارم تو اون کلن. اصلا آقا نشون میده که مثلا توی این چند روز گذشته توی اکانت ما جاممون زیاد شده یا کم شده، یا اصلا بازی نکردیم، یا ریز به ریز تمام اطلاعات و اینا رو برام قرار داده. بعد تازه تو قسمت‌های مربوط به کلن و اینا بری، همه چیز انقدر آمارای مختلف و خفن برام گذاشته که میتونیم از همه اینا استفاده بکنیم. یا آقا به طور مثال میای رو این قسمت بتلش کلیک میکنی و به شما نشون میده که مثلا توی نبردای اخیرش چیکار کرده، به این یارو باخته، اینو برده، همه چیزو به شما نشون میده. روی قسمت مربوط به دو به دوش کلیک میکنی و نشون میده که مثلا اگه دو به دو با کسی تیمی زده چیکار کرده، همه چیزو، چه حالا اکانتای خودتون، چه اعضای کلنتون، چه هر کسی. اصلا شما برو توی رنکینگ برتر جهان، نفر اول جهان، هشتگشو برده بیا اینجا وارد بکن، همه چیزو بهت نشون میده. یا به طور مثال اگه توی همون بخش اگه شما بیای روی گزینه دکس کلیک بکنی، به شما تمام دکایی که اون شخص استفاده میکنه رو نشون میده. خیلی باحاله واقعا. شاید شما میخوای مثلا دک یه نفر بدونی چیه، یا مثلا میخوای از دکش برای خودت هم استفاده بکنی. بعد اینجا رو ببین، اگه شما روی کپی دک کلیک بکنی، همون لحظه برای شما این صفحه میاد، بعد از شما میپرسه که بازی کلش رویال روی دستگاهتون دارین یا نه. اگه روی یس کلیک بکنی، همون لحظه شما وارد بازی کلش رویالت میشی و اون دک اصلا آماده است، روی یکی از اون 7 8 10 تا جایی که داری بذارش و ازش استفاده بکن به همین راحتی. حتی نمیخواد زحمت بکشی بری بگردی کارتا رو بچینی برای خودت.
بعد آقا باحال‌تر از اونم داره، توی تمام دکایی که توی این سایت قرار گرفتن علاوه بر گزینه کپی دک که شما میتونید مستقیم ببریش توی بازی بچینیش برای خودت، یه گزینه دک چک قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی میاد دک شما رو چک میکنه. الان به طور مثال این دک لاگ بیتی که من استفاده میکنم، اگه اینو روش بزنم ما وارد این صفحه میشیم و اینجا چه اتفاقی میفته؟ میاد و همه چیز رو راجع به این دک به من نشون میده. به طور مثلا اینجا رو ببین، حملش چطوریه، دفاعش چطوریه، اثری که روی همدیگه دارن، نمیدونم تطبیق پذیریشون. این گزینه F2P اسکور رو میبینی اینجا نوشته. این خیلی چیز باحالیه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما از این دک داری اینجا استفاده میکنی، این کارتایی که انتخاب کردی، این 8 تا کارتو که انتخاب کردی، راحت میتونی ارتقاشون بدی یا نه. یعنی شما به طور مثال اگه چند تا دونه کارت لژندری داخل این ترکیب داشته باشی، این نمره F2P شما میاد پایین، چون ارتقا دادن ترکیبی که شما داخلش مثلا دو سه تا یا حتی بیشتر تعداد کارت لژندری داری کار آسونی نیست. خیلی طول میکشه شما بخوای یه کارت لژندری رو خیلی قویش بکنی. در نتیجه این داره میگه که اوکیه، خوبه، خیلی خوبه، مثلا تطبیق پذیری کارتاتون یا حتی مثلا دفاع توی این ترکیب خیلی عالیه، ولی بازم راه داره که بهتر بشه، چون اگه خیلی عالی بود چیزای دیگه اینجا برام مینوشت. و اینجا رو ببین، یه گزینه داره به اسم مودیفای، یعنی بیا اصلاحش بکن. به طور مثال ما توی دک اصلی لاگ بیت خب پرنسس داریم، ما میاد تمام کارتا رو اینجا برام نشون میده و من میام و این گابلین دریل رو از اینجا برمی‌دارم، به جاش پرنسس رو انتخاب میکنم. حالا دکو اصلاحش کردیم، با پرنسس میاد دوباره به ما نشون میده، میگه حالا این دک وضعیتش چطوریه، بازم نیاز داره تغییر داده بشه یا نه. بعد نه تنها همه این نکات رو اینجا به ما نشون میده، ما اگه یه ذره بیایم پایین‌تر یه سری وارنینگ ممکنه به ما بده. یعنی چی؟ یعنی شما بهتره که توی دکت بیای فلان تغییر رو ایجاد بکنی تا دکت بهتر بشه، تا نمرات بالاتری بگیری، یا حتی یه سری دکای دیگه که شبیه این دکیه که شما انتخاب کردی رو بهت پیشنهاد میده که میگه از اینا هم میتونی استفاده بکنی. چی میخوای؟ عالی. اوکی آقا، این قسمت مربوط به دک بیلدری که اینجاست و فعلا ازش میگذریم، چون خیلی بخش باحالیه، جلوتر میخوایم بریم سراغش. فعلا میایم سراغ دک چکی که اینجاست، یه ذره شو با هم دیگه بررسی کردیم، میخوایم حالا مفصل بریم سراغ یه بخش باحالترش. یعنی چی؟ ما همونطور که خب همون جایی که بهتون گفتم میتونستیم بیایم هشتگ خودمون یا هر کس دیگه ای اینجا وارد بکنیم، بعد میاد و دکا و همه چیزاشو برام میاره، میتونیم دکاشو ببریم با هم دیگه نگاه بکنیم، کپی بکنیم برای خودمون، تغییرش بدیم، حتی اصلاحش بکنیم، کارتای مختلفو بیاریم داخلش و کلی کارهای مختلف که اینجا هم دوباره همین کارو میشه انجام داد از یه بخش اصلی خودشه به اصطلاح. ولی اگه ما بیایم توی این قسمت دک چک روی این گزینه فایند نیو دک کلیک بکنیم، خیلی باحال اینجاشه، جا دقت بکن، میای پایین‌تر و تمام کارتایی که داخل بازی هستن رو اینجا به ما نشون میده. آپدیت آخر بازی هم هست، سایت کاملا به روزه. به طور مثال مایتی ماینر الان کلا چه یه ماه وارد بازی شده، ولی خب اینجا هستش. اوکی آقا، به طور مثال من میخوام بیام و با دک هوک سایکل اتک بزنم، ولی خب همونطور که خودتون میدونین قشنگ میشه تعداد کارتا رو با هم دیگه جابجا کرد و اصلا یه ترکیب دیگه چید و میشه واقعا با کارتا بازی کرد دیگه. ممکنه که شما به طور مثال چند تا از کارتا رو نداشته باشی یا اصلا لولش و این چیزا پایین باشه، نتونی ازش استفاده بکنی یا نخوای ازش استفاده بکنی. توی این قسمتی که اینجا داریم میبینیم یه قابلیت فوق العاده ای داره این سایت که به طور مثال من میام انتخاب میکنم، میگم آقا جان من میخوام با یه دکی اتک بزنم که داخلش حتما هوگ باشه، حتما فایر بال یا همون گوله آتیش و اینا باشه، کانون حتما باشه و به طور مثال گالم یخی هم داخلش باشه. و اگه بیام فایند دک این پایین رو بزنم، خود سایت میاد به من همه دکایی که میشه از این 4 تا کارت داخلشون استفاده کرد رو به من نشون میده. بعد آقا فقط اینم نیست، اگه من بیام توی این قسمت without cards رو هم انتخاب بکنم، میاد توی این قسمت بالاییش، ببین اون پایینیش همون بخش قبلیه، توی این قسمت بالایی قسمت without card به من میگه که یعنی چی؟ تمام کارتایی که نمیخوام به هیچ عنوان داخل این دک باشه رو به من بگو. اوکی، به طور مثال من نرسیدم هنوز به لول 4 مثلا، خب من میام این 4 تا دونه ابر قهرمانی که اینجا هست رو انتخاب میکنم که این 4 تا به هیچ عنوان توی دکایی که میخواد به من پیشنهاد بده نباشه. حالا میام فایند دکو میزنم، انواع و اقسام دکایی که ما میتونیم استفاده بکنیم ازشون و اون 4 تا کارتی که من انتخاب کردم همه داخلشون هستن و اون 4 تا ابر قهرمانی که من انتخاب کردم داخل هیچ کدومشون نیستن. یعنی دیگه چی میخوای؟ فوق العاده است. شما میتونید بیای برای همه ترکیبایی که دلتون میخواد، کارتایی که دلتون میخواد، بیای این کارو بکنی و خود سایت با اقسام دکای مختلف رو بهتون نشون میده. همونطور که گفتم اسمای رسمیشون هم بالاشون هست، میتونید سرچ بکنید توی گوگل و یوتیوب و جای مختلف، آموزش‌های مختلفشون رو ببینی. اگه روشون کلیک بکنی و وارد خود دک بشی، گزینه کپی دک داره، میتونی چکش بکنی ببینی نمرات و این چیزاش چطوری. همه چیز رو برای ما در اختیارمون قرار داده. عالیه، واقعا عالیه این سایت.
خیلی خب، بریم سراغ بخش بعدی، بست دکس. این بخشی که اینجا هست هم یه بخش فوق‌العاده ای، علاوه بر اینکه انواع اقسام دکا رو برامون گذاشته اینجا مثل همون صفحه اصلی سایت، یه قسمت خیلی باحال داره که بست کلش رویال دکسه. و ما اگه حالا روی هر کدوم از این کارت‌هایی که اینجا هستن کلیک بکنیم، به طور مثال من روی بالون کلیک می‌کنم، میاد و برای من انواع اقسام دکایی که ما می‌تونیم ازشون استفاده بکنیم و بالون داخلشون رو به ما نشون میده که خیلی عالیه واقعا. ولی اگه توی همین صفحه بیام و روی این به اضافه این گوشه کلیک بکنم، به من میگه که شما توی کدوم آرنا هستی. به طور مثال من میام آرنای مثلا 10 انتخاب میکنم. اوکی، پس به من میگه که آقا اگه شما توی آرنای 10 هستی، احتمالاً همچنان این کارتا رو بازشون نکردی، چون این کارتا توی آرناهای بعدی باز میشه. در نتیجه اگه میخوای به طور مثال یه ترکیبی استفاده بکنی که داخلش مثلا مگا نایت باشه، من میام الان به شما دک هاییو میدم که بقیه کارتایی که شما هنوز توی آرنای 10 بازشون نکردی داخلشون نباشه. و اینجا داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم چقدر همشون خوبه، میتونیم استفاده بکنیم توی هر آرنایی که هستیم، از همه این دک ها میشه استفاده کرد، اصلا قوقا دیگه. بعد آقا بازم این آخرش نیست، یعنی توی همین بخش بست دکس اگه ما بیایم روی این گزینه تو وی تو کلیک بکنیم و بعدش مثلا بیایم روی اسپارک کلیک بکنیم، میاد انواع اقسام دکایی که خوبه برای بخش دو در مقابل دو، برای دو نفره بازی میتونیم ما استفاده بکنیم و اسپارکی داخلش باشه رو به ما نشون میده، یا هر کارتی که دلتون بخواد رو انتخاب میکنید. اوکی آقا، اومدیم سراغ بخش دک بیلدر که فوق العاده است، یعنی یکی از قابلیت های بی‌نظیر این سایت که مطمئنم به دردتون میخوره. و دو سه تا بخش مختلف داره، اگه تو کارت بزنی که همه کارت ها هست و این چیزا. توی قسمت وار دک اگه بری، همونطور که خودتون میدونین، شما میتونید از 4 تا دک مختلف برای وار بازی کلش رویال استفاده بکنین، ولی نکتهش اینه که کارت هایی که مثلا توی دک اولتون دارین دیگه توی بقیه دکا نمیتونین استفاده بکنین. اگه من مثلا مگا نایت رو بیارم داخل دک اول، دیگه مگا نایت رو توی بقیه دکام نمیتونم استفاده بکنم، با همه کارت ها دقیقاً به همین صورته. پس در نتیجه فعلا اینو بی خیال، بریم سراغ دک هشتگ 1. این چیه؟ آزادی، همه کارت‌ها داخلش هست. چی کار میتونیم بکنیم اینجا؟ نگاه کن فقط. ما این گزینه کارت اول رو اینجا انتخاب میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ توی این قسمت برامون یه سری چیز باز میشه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان اولین کارتی که شما میخوای انتخاب بکنی، بیا یه کارتی رو انتخاب بکن که به شما شانس پیروزی بده. یعنی وین کارتت رو انتخاب بکن. با چه کارتی شما میخوای تاور حریف رو از بین ببری و به پیروزی برسی؟ اوکی، به طور مثال من میخوام این هاچ کریمو بردارم، رویال جاینت رو براش دارم بذارمش اینجا. اوکی، من رویال جاینت رو میارم و میرم سراغ کارت دوم. حالا دوباره یه سری چیز دیگه برام میاد، میگه شما حتما باید یه چیزی توی دکتون داشته باشی تا بتونه اون ایر تانک حریف رو از بین ببره. اگه یه چیزی مثل لاوا بیاد، شما با چی میخوای جلوش رو بگیری؟ اوکی، من میگم اینفرنو، من مثلا میخوام با اینفرنو جلوی یه چیزای سنگینش رو بگیرم. بریم سراغ کارت سوم، میگه بیا شما آنتی ایر اسپلش انتخاب بکن. اگه یه سری چیزای شلوغ بلوغ هوایی مثل مینیون و خفاش و این چیزا آورد، با چی میخوای جلوش رو بگیری؟ خب من میگم مثلا میخوام با این روح برقی جلوش رو بگیرم. اوکی، بریم سراغ کارت بعدی. اینجا میگه که حتما باید یه اسپلی با دمیج کم داخل ترکیبت داشته باشی. ببین، میتونی بیای روی این گزینه آل کارتس انتخاب بکنی، همه کارت‌های بازی رو ببینی، ولی خب ترجیح خود سیستم این سایت اینه که حداقل باید یکی از اینا الان توی دکی که شما میچینی وجود داشته باشه. اوکی، من از اونجایی که این رویال جاینت رو دارم با خودم میبرم، میام میگم زپ رو هم پس انتخاب میکنم. بریم سراغ کارت بعدی. اینجا داره به من میگه که یه مینی تانک انتخاب بکن. یعنی چی؟ یعنی یه چیز زمینی که بتونی باش دمیج وارد بکنی. به طور مثال من از بین این چیزایی که اینجا دارم، میام این ماهیگیر رو مثلا انتخابش میکنم، چون که معمولا حالا با دک رویال جاینت خیلی ازش استفاده میشه. بریم سراغ کارت بعدی. اینجا داره به من میگه که حتما باید از یه اسپلی استفاده بکنی که دمیج خیلی زیادی به حریف بتونی باش وارد بکنی. خیلی پیشنهاد میشه که الان توی دک یکی از این چیزا باشه. اوکی، من از بین چیزایی که اینجا هست، از اونجایی که دارم رویال جاینت میبرم توی دکم، میام و از لایتنینگ استفاده میکنم، چون راهو براش باز میکنه. اوکی، اینم انتخاب کردیم و بریم سراغ کارت بعدی. حالا دیگه همه کارتا رو در اختیار ما قرار داده، میگه دو تا چیز دیگه هم به دلخواه خودت به این ترکیبت اضافه کن. اوکی آقا، حالا از بین کارتایی که اینجا داریم، من یکی این فشفشه رو انتخاب میکنم، به نظرم خوبه. و برای انتخاب آخری هم من بشکه گوبلین رو میبرم که یه وقت اگه این هاج کریمو گرفتن، یه چیزی داشته باشیم که برسونیمش. اوکی آقا، ما این دکو ساختیم و اینو حالا با توجه به همه چیزایی که خود سایت بهمون پیشنهاد داده بود ساختیمش و این حرفا. بیا سراغ قسمت مربوط به چک دک. چه اتفاقی میفته؟
برای شما با توجه به این دکی که اینجا خودمون چیدیم و خود ساخته خودمونه، دک رسمی نیست، با توجه به این دکی که ما خودمون اومدیم اینجا ساختیم نشونمون میده، میگه برای اتک زدن شما عالی کارت، برای مثلا دفاع کارت خیلی خوبه، برای مثلا تطبیق پذیری کارتات عالیه، برای مثلا ارتقا دادن کارات کارت راحت خوبه اوکیه، و در کل میگه که دک خیلی خوبی داری. میبینی واقعا خیلی راحت ما اومدیم یه دک برای خودمون چیدیم و از طرف خود سایت بررسی میشه، به شما میگه که حالا این دکی که داری ازش استفاده میکنی دک اوکیه، به دردت میخوره مثل این دکی که الان ما همینجوری ساختیمش، یا نه اگه نمرش خیلی پایین باشه و اینجا براتون یه سری چرت و پرت و اینا بنویسه، یعنی که اگه بری با این دک الان حمله بکنی قطعا یه مشکلی میخوری. ممکنه به طور مثال من اگه بیام به جای پش بشه یه چیز زمینی مثل مینی پکا بردارم، خب اون موقع من چیزای هوایی رو نمیتونم راحت بگیرم، پس بیاد و به من اینجا مثلا وارنینگ بده، بگه که شما باید حتما یه کارتی که بتونی باش بند وسط هواییو بگیری باید اضافه بکنی، و همینطور میتونی این دک تو بیای مودیفای بکنی، هی اصلاحش بکنی و چیزای جدیدتر بهش اضافه بکنی، ببینی این دک تو اگه تغییر بدی بهتر میشه یا مثلا پس رفت میکنه. عالیه، واقعا کلی امکانات خوب این سایت داره که میتونیم ازشون استفاده بکنیم و یکی از یکی بهتر. بعد آقا فقط همین نیست که بیاد اینجا به ما مثلا نمره بده و بگه این دکی که الان چیدی چطوره و این حرفا، یه ذره شما بیا پایین تر این قسمتی که اینجاست رو با هم دیگه نگاه بکنیم. هر کارتی که شما توی این دکی که خودت ساختی گذاشتی داخل دکت، اینجا میاد و به طور خیلی تخصصی راجبشون به توضیح میده. به طور مثال میگه اگه با یه چیز هوایی به حمله کرد با اینا جلوشو بگیر، یا مثلا کارتایی که میتونی باهاشون بری تاور حریفو از بین ببری مثلا این دوتا کارتن، یا مثلا اینجا خیلی باحاله میاد میگه که حواست باشه این سه تا کارتی که اینجا داری با خودت میبری میتونه تاور اصلی حریفو یا همون کینگ تاور حریف رو فعالش بکنه، چون خودتون میدونید فش بشه تیرش پخش میشه و میره میخوره به تاور اصلی، یا حتی مثلا این روح برقی و اینا ممکنه که این اشتباهو انجام بده. میگه حواست باشه، کلی قابلیت‌های باحال. بیا پایین‌تر اینجا رو ببین، مثلا میگه با توجه به اینکه شما حالا این دکو چیدی، اگه طرف مثلا بخواد با هوک به شما حمله بکنه با چی بهتره که جلوشو بگیریم؟ خب میگه یا با ماهیگیر بکشونش یه سمت دیگه یا با اینفرنو بگیرش. اگه مثلا طرف بخواد با مورتار به ما حمله بکنه چیکار باید بکنیم؟ اوکی ما میایم با لایتنینگ بهش ضربه وارد می‌کنیم. یعنی اصلا داره آموزش میده به ما، فوق‌العاده است دیگه، چی نیاز داریم؟ یه ذره بیا پایین‌تر، اگه طرف حریفی که داره به این دک شما حمله می‌کنه مثلا بالون داشته باشه چیکار باید بکنیم؟ هم می‌تونی با اینفرنو بهش ضربه وارد بکنی، هم می‌تونی لایتنینگ بزنی، یعنی همه چیزو داره اینجا به شما آموزش میده. اگه به طور مثال اومد و مثلا با گله مینیون بهتون حمله کرد جلوش فش فشه بذار، و همه چیز اینجا هست، فوق‌العاده است. واقعا من نمی‌دونم چیز دیگه‌ای به نظرم نیاز نداریم، همه چیز اینجا هست برای توضیح. خیلی خب آقا اینم از این، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. واقعا بهتون توصیه میکنم حتما بیاین سراغ این سایت دک شاپ، خیلی آمار و اطلاعات فوق‌العاده‌ای داره، همه جور دکی داخلش میتونید پیدا بکنید، بچینی مقایسه بکنی با دکای دیگه، اصلاحش بکنی، نمره بهت میده، میگه دکت چطوریه و همه چیزایی که با هم دیگه دیدیم و مقایسه کردیم و بررسی کردیم و این حرفا. خلاصه که امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، به دردتون خورده باشه. بقیه ویدیوهای منم همونطور که خودتون میدونید در جریان هستین، میتونید تو کانال یوتیوب دنیای پانک تماشا بکنید. مثل همیشه هم ازتون خواهش دارم اگه حتی یه ذره از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زیاد وقت نمیگیره خودش. دم شما گرم، خیلی متشکرم، ان شاءالله که به دردتون خورده باشه. دمتون گرم و تا ویدیوهای بعدی فعلاً.